دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتر در انتظارتون باشه. اگر اوقات بدی رو هم پشت سر گذاشته بید، باز تموم شده باشه و اوقاتی بهتر باشه، چون با این شرایط کرونا واقعا معلوم نیست که فردا آدم هستش یا نیستش. و حالا که هستیم، پس قدر هم رو بدونیم و از این اوقات لذت ببریم تا جایی که امکانش هست. بذارید من اینا رو یکم ردیف کنم. یه مقداری این انکودر ما به هم ریخته، نمیدونم چرا، و این رو هم درست کنم از این بابت اینجوری. بله، یکی دیگه مشکی بهتره و اینجوری. باز میخوام اگر یک کمی مرتب نیستیم، دلیلش اینه که قبلا دو تا برنامه داشتم، برنامه خوب با آقای محمدیان، عبدالرحمن محمدیان از آلبانی و آقای هادی سانیخانی از آلمانی، و وقتی که آدم به صحبت‌های این دوستان گوش میده، واقعا بعدش نمیتونه همینجوری بی تفاوت بگذره بره و مجبور میشه مقداری فکر کنه، از خودش سوال کنه چرا چرا چرا. دوستان عزیز، امروز 10 آپریل 2020 هست، برابر با 22 فروردین 1399. و من چند روزی هست به خاطر اینکه کارهای بیرون کم شده و خیلی کارها رو از طریق اینترنت انجام میدیم، وقت پیدا کردم سریال های ایرانی رو نگاه میکنم. یکی از اینها معمای شاه هست که قبلا هم که دوستان تماشا میکردن به من گفته بودن که این فیلم مغرضانه ساخته شده، و واقعا میبینم همین جوری از مغرضانه ساخته شده. البته همه میدونن هر کسی که یه فیلمی میسازه درباره رژیم گذشته یا این کشور میسازه درباره اون کشور، همیشه میخوان منافع خودشون رو به اصطلاح توش به دست بیارن و نظر خودشون رو اعمال کنن. این فیلم هم اینجوری هست و البته شما باید نگاه کنید، یه مقدارم تاریخ رو بدونید یا بخونید، از این دوتا اون چیزی رو که فکر میکنید درسته بیرون بیارید. در صورت شما در حین برنامه اینجا میبینید که آدرس ما، وبسایت ما هست مردمتیوی.com. بذارید ببینم هستیم اینجا، چون اون وقتا سعید گاهی وقتی به من میگفت، حالا مثل که مسافرت نیست. بعد این آدرس پیپال هست. پیپال خیلی ساده، شما میتونید اگر مایل باشید که حمایت کنید حمایت کنید، با کردیت کارت و دبیت کارت و حساب بانکی. نمیدونم، مثل که الان حساب بانکی انجام نمیده، در صورت اینا هم هی عوض میشن. قبلا اگه یه نفر برای شما پول میفرستاد، شما اون پول رو پس میفرستادید، شما رو چارج نمیکردن. یه دوست برای ما 50 دلار فرستاده بود، ما این پول رو پس فرستادیم، اینا 1.75 دلار ما رو چارج کردن. میگیم خب آقا، ما که پولی نساختیم که به شما هزینه بدیم. میگه ما کار خودمون رو انجام دادیم. اونجا که بود گفت سه نفر یه جا کار میکردن، یکی میکند زمینو، یکی لوله میذاشت، یکی دیگه پر میکرد اون خاکار میریخ روش. یه روز یکی اومد دید که یه نفر داره زمینو میکنه، یه نفر داره زمینو پر میکنه. گفت آقا شما دوتا چه کار میکنی؟ گفت ما اون نفری که لوله رو میذاره اون زیر نیومده، ما کار خودمون رو انجام میدیم. در صورت اینم این ماجراست، یه مقدار مواظب باشید. بانک ها این روزا کمی مهربون شدن، مواظب باشید. وقتی اینا مهربون میشن، پشتش یه خطراتی هست که به اصطلاح گریبان شما رو نگیره. امروز به جای ساعت 3 با آقای امیر حسین لادن، ساعت 3:30 به وقت واشنگتن و نیویورک یا 12:30 به وقت فلوریدا با ایشون خواهیم بود. یک مقاله ای رو نوشتن، هفتگی مقاله می نویسن، و وقتی من اینو می خونم، سوالاتی که پیش میاد از ایشون می پرسیم، چون احتمالا سوالاتی هست که شما ها دارید، و اگر بشه ممکنه از ایشون خواهش کنم یا از اندیشکده آگاهی شناخت، که اینها هم مثل کانون آوا ببخشید فلایر یا پوستر درست کنن روز قبل و اون تاپیک یا موضوع صحبت رو بنویسن. بعد شماها اگر سوالی دارید در اون رابطه بپرسید، و این آقای لادن هم لطف میکنن پاسخ میدن. از شما خواهش میکنم اگر برنامه ما رو میبینید، چه در موقع
پخش زنده که همین الان ساعت 2:21 به وقت آمریکا واشنگتن داریم پخش میکنیم، روز جمعه 10 آوریل. برای دیگران میتونید شیر کنید، اگر نه بعدا هم میتونید این ویدیوها رو به صورت واچ پارتی یا حتی شیر با دوستان خودتون شیر کنید. ممنون میشیم، متشکر میشیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. دوستان بگید و بنویسید، من اون وقتا میپرسیدم اول برنامه چه خبر از ایران. الان دیگه چون همه ایرانی ها در تمام نقاط دنیا و جهان پخش شدن، باید بگیم چه خبر از دنیا. اونجایی که شما هستید با این مصیبت کرونا چگونه تا میکنن، رفتار میکنن، و آیا اینجوریه که اگر رفتید بیرون جریمه بشید و اینها، یا به این صورت؟ چون دیدم یه جایی نوشته بود 5000 واشنگتن 5000 دلار میگه جریمه میکنه، یه جایی میگه اگه بیایم بیرون حتی ممکنه بگیریمتون بازداشتتون کنیم، چون میگیم این متوجه نمیشه، این نمیفهمه. بعد هم دولت ایران اشتباه کرد، یه مقداری دیر کار قرنطینه یا در خانه نشستن رو انجام داد. کلمه قرنطینه فکر نمیکنم برای این من بشینم تو خونه خودم، من قرنطینه نیستم، این میشه نشستن در منزل. قرنطینه اونه که یه محیط مخصوص باشه، مخصوصا تو بیمارستان ها یک جایی رو درست میکنن، اونی که مثلا چیز شده اونجا نگه میدارن. در هر صورت حالا وقتی ما میگیم شما متوجه میشید. این ماجرای قرنطینه رو تو آمریکا اشتباه بزرگی که این ترامپ شارلاتان و نادار کرد، به موقع این کار انجام نداد و وقتی 15 نفر کشته شده بودن، اصلا نمیشتون آدم میخواستم بگم وقتی فقط 15 نفر کشته شدن خجالت کشیدم، یعنی چی فقط 15 نفر؟ یه نفر هم خیلی زیاده. و این میگفت که فقط 15 نفر کشته شده، تا 2-3 روز دیگه هم میشه صفر و میره میگذره و اینها. بعد هی این و اون بهش گفتن آقا اینجوری نیست، نگاه کن ایتالیا اینجوریه، آلمان اینجوریه، نمیدونم چین اینجوریه و اینها. و بالاخره تصمیم گرفتن، وقتی تصمیم گرفتن تقریبا آخرهای مارچ بود اگه اشتباه نکنم، و بله 2-3 هفته ای هست الان، خود ما هفته سوم یا چهارم رو میگذرونیم. البته اوائلش خیلی سفت و سخت نبود، ولی الان اگر من بخوام برم بیرون باید ماسک بزنم. جایی که میرین میگن حتی ماسک و دستکش به اصطلاح اجباریه، ولی همچین هم اجباری نیست، چون میدونم بعضی ها گیرشون نمیاد. البته جوکا ساختن، میگه که گفته بودن ماسک و وقتی میرید چیز، وقتی میرید فروشگاه حتما ماسک و دستکش داشته باشید. گفت من رفتم اونجا منو گرفتن، گفتن آقا چرا لخت اومدی؟ گفتم شما گفتید ماسک و دستکش، دیگه نگفتید لباسم تنتون باشه. اینم از این ماجرا، و ببینیم که چه خبر هست در قسمت خبرهایی که ما برای شما گذاشتیم. امروز چون جمعه هست چند تا عکسم بهتون نشون میدم. در چند روز گذشته ترامپ شارلاتان چون شدیداً گیر افتاده و چپ و راست ازش هی سوال میکنن که آقا نه تو به اندازه کافی تست کیت داری، نه تو به اندازه کافی این دستگاهایی که اونایی که ششون از کار میفته و کمک میکنه تا یه هفته دو هفته زنده بمونن برگردن به حالت اول داری، اینا میخوای چه کار کنی؟ و میگه که من بی اطلاع بودم، خبر نداشتم، به من گفته نشده. یکی یکی میان میگن دروغ میگه، این از آپریل 2019 بهش گفتن، نوامبر دوستان گوش کنید، ما الان سال 2020 هستیم، از آپریل 2019 بهش گفتن، نوامبر 2019 گفتن، ژانویه 2020 بهش گفتن، فوریه 2020 بهش گفتن، خودش مارچ اومد گفت، ولی اینو هی مسخره میکرد. حتی توی به اصطلاح گردمایی‌هایی که با طرفداران احمق‌تر از خودش میرفت، هی اونجا میگفت ویروس کرونا، اونا میخندیدن. حالا چند تا از اونا گرفتن، هیچ آمار ارقامی وجود نداره، ولی آمار ارقامشو اگه دوستان لطف کنن یا خودم اینجا خودم لطف کنم براتون پیدا کنم ببینم که مینویسه. اصلا دیگه الان بغل خبرها مینویسه، دیشب بیش از 16000 تا، یا امروز صبح دیدم بیش از 16000 تا. و متاسفانه این خبرها رو شما ازش نمیتونی، هیچ راه فراری ازش نیست، و هرچی هم اینو میبینی هی نگرانتر و افسرده تر میشی. میگن که خوبه حالا فعلا بهاره، اگه این موقعیت تو پاییز و تو زمستون
پیش می اومد خیلی ها خودکشی میکنن. امیدوارم ما به اون به اصطلاح مرحله نرسیم و قبل از این که ماها خودکشی کنیم به اصطلاح این کرونا بره. چقدر به اصطلاح بکنم. تقصیر این آقای شهرام ایران بومی، دکتر ایران بومی، چون حالا در منزل نشستن و وقت بیشتری دارن خوراکای خوشمزهی درست میکنن. حتما شما میگی آقا خوشمزگیش از کجا معلومه؟ از قیافش معلومه که این بلده، خوشمزه هم هست از قیافه خوراک. خلاصه گفتم آقا اگر کرونا نتونه سوربی رو هلاک کنه، شما با این خوراکای این سوربی شکمو رو هلاک میکنی. در صورت امیدوارم ایشون سالم و سلامت باشه. یک ویدیویی رو ما از ایشون دیروز روی صفحه های خودمون گذاشتیم که به اصطلاح نابرابری یا ظلمی که به مردها میشه حتی در رابطه زناشویی و طلاق و اینها، و دوستان هم بعض وقتا بدونی که بدونن مطلب رو بخونن، ویدیو رو تماشا کنن یا گوش بدن، حمله میکنن. توصیه دکتر شهرام ایران بومی این بود: بی‌عدالتی در برابر مردان. حالا اگه موقعیت پیش بیاد از ایشون میخوام که ویدیو کاملتر یعنی طولانی تری رو که توضیح داده باشن در این رابطه درست کنن و ارسال کنن تا ما هم به شما نشون بدیم. و اما ترامپ آمد و گفتنش که آقا این اینجوری بود اونجوری بود، گفت آخه کار من اینه که چیر لیدر تو ایران ما چیزی منوان چیر لیدر نداشتیم، یا تا زمانی که من بودم نداشتیم. بله یه چیز داشتیم، چهارم آبان پیرامید و اینا بازی میکردن مثل که اونا چیر لیدر شاه بودن، ولی اینی که توی بازی ها توی گیم ها یه سری دختر خانم بیان تقریبا نیمه لخت، تقریبا نیمه لخت میشه خوب دیگه، بله هی بپرن بالا و پایین و با نمایش های عجیب و غریب مردم رو تشویق کنن و اینا هی فریاد بزنن تشویق کنن تیمشون، ما نداشتیم. ترامپ میگه من برای مردم آمریکا چیر لیدر هستم. حالا عکس های مختلفی، نقاشی های مختلفی از این کشیدن. من نمیدونم توی یکی از این صفحات شما میتونید عکس بذارید توی فیسبوک به عنوان کامنت، میتونید اون قسمت عکس رو کلیک کنید عکس بذارید، ولی توی یکی دیگرش نمیذاره. نمیدونم کدومشه، نمیدونم مردم تیوی فیسبوک میذاره یا سوربی فیسبوک میذاره. در اصل اینا هم هر کدوم چیزاشون فرق میکنه. میتونید عکسایی اگه هست بذارید و ما هم اگر چیزی اینجا داشت باشیم بهتون نشون میدیم. اجازه بدید من اینا رو پاک کنم. و کانون آوا بهتون گفتم خیلی زود تون سری ویدیوهای همون روز رو روی اینترنت قرار میده به صورت بایگانی و ما هم این برنامه رو به صورت بازپخش تا هفته آینده از تلویزیون مردم برای شما پخش میکنیم و نشون میدیم. اجازه بدید من یه ویدیویی رو که میدونید چند روز گذشته، دو هفته گذشته، سه هفته گذشته خیلی ماجرای کاغذ توالت در آمریکا چیز شده بود و به اصطلاح باعث جوک شده بود، بذارید من اینو خاموش کنم یا صدا شاید دقیقا ببندم، اینقدر صفحه مختلف بازه بعض وقتا این اینترنت بیچاره ما دیگه واقعا زور میزنه و به دست پا میفته. بعد اینجا صدا بود، اینو ببندم و این ویدیو رو بهتون نشون بدم. اگرم تکراری هست ازتون عذر میخوام، چون یکی از دوستان گفت آقا اگه میشه این رو یک بار دیگه نشون بده. گفتیم شما دیدی؟ گفت بله. گفتیم خب اگه دیدی دیگه برای چی نشون بدیم؟ گفت نمیدونم. بله این تا اینجا هست، اینجا هم توی کامرای سه به شما نشون بدم. این یه تیکه پلاستیک که ببینید این آقا باهاش چه کار میکنه. The portable pot washer you can take with you everywhere. This is the number one pool washing technology. Just fill up any bottle with the water and put the pool clean right on the top. It is ready to use and clean your booty. That is right, Fatone. Take it with you anywhere. It fits right in your back pocket. It fits on any plastic bottle, water, Coca-Cola, Dr. Felfel, and even Duke. Call right now and get a cool clean for only $9.95. But wait. Call in the next 30 seconds and get a second cool clean for Freddy. Man,
اینو بر اساس آگهی تبلیغاتی که تو آمریکا نشون میدن درست کرده و به نظر من با ذوق بوده هر کی بوده، چون این روزا چیزای مسخره و ویزو و اینا رو میبینین. یک دختر جوانی آمده خیلی آهنگ قشنگ، اجرای قشنگ، برای طرف نوشتم خیلی متاسفم. شما ببین این خانومه چقدر بهش از لحاظ حالا خانواده میگیم نه، خودش به خودش فشار آورده این شعرها رو یاد بگیره، امتحان کنه خوندنش رو اونجور بگیره. نکنید این کارا رو با بچه‌ها. بچه‌ها باید همون یه توپ دارم قلقلیه نمیدونم میزنم زمین هوا میره بخونن، بعد که بزرگ شدن، بعد که شکل گرفت مغزشون و فکرشون و اینا، خودشون فکر کنن، خودشون سازنده باشن، نه اینکه شما اونو مثل گل بسازی و شکل بدی. و من برای این دوستم نوشتم شما هر وقت یه بچه ای رو میبینی که اینجوری هی تبلیغ میکنن که موفقه، پشت سرش اگه نگاه کنی یه پدر و مادر عقده‌ای ناموفق میبینی که تمام ناموفقیت خودشون و تمام سرکوفت هایی که شنیدن، حالا چون یه بچه گیرشون اومده و این بچه کمونجور که گفتم مثل یه گل نرم میمونه و میتونن شکلش بدن، دارن از اون یه مجسمه‌ای درست میکنن با آب طبع خودشون که خیلی هم بده. خیلی ممنون به آقای سلیمانی هم سلام میکنیم و دوستان عزیز. آقای سلیمانی لایک میکنن ویدیوهای ما رو، هم با دوستانشون شیر میکنن، از این بابت ممنون و متشکرم. شما هم این کار رو انجام بدید تا بریم ببینیم در آمریکا چه اتفاقی داره میفته. این ماجرای کمک کردن دولت آمریکا، گفتم بهتون این آقای صالحی هست، صالحی خواننده است و میاد همچین با ذوق و شوق تعریف میکنه، انگار که مثلا مثل شاه اللهیا هست که میگن آقا شاه نمیدونم پول داد مدرسه ها خوراک بخورن، انگار شاه از حقوق خودش برسه. یه خانمی که من فکر میکردم این خانمه واقعا محترمه، چون اسمش محترمه به نظر میرسه که خیلی بله قرقاتیه، نوشته بود آقا نوشتن به نوشته فروغی رضا شاه وقتی خواست بره 70,000 تومان بیشتر پول نداشت، اون رو هم یه چک داد به آقای فروغی گفت این خرج مردم ایران کن. گفتم خانم این مزخرفات چیه؟ چون میگی از اولی که ماجرای نفت و اینا بود این پولا رو به حساب خودش و هیچ کدوم از این احمقای خائن دیکتاتور حساباشون تو ایران نیست، حساباشون تو خارجه، چون خود اون خارجی ها که ارباب اینا هستن بهشون پیشنهاد میکنن که دولت های شما اعتباری بهش نیست، فردا یکی دیگه میاد همون سرت هم نواره شانس آوردی، اقلا پول تو خارج نگه دار بیا خارج. و اینه، چون اونا میدونن این پول رو مجبوره به اسامی دیگه نگه داره و شما میدونید هنوز ماجراهای پول شاه معلوم نیست چنه چیه کجاست و چقدره. حتی عباس میلانی رفت دنبالش مدارکای چیز کنه، این تا 160 میلیون شتونس پیدا کنه، ولی میگن اصلا 160 میلیون در مقابل رقمانی که اینا از فروش و خرید اسلحه و نفت و فلان اینا به صورت کمیشن یا به صورت زیر میزی و اینا گرفتن اصلا قابل مقایسه نیست. در اصلا بگذاریم از این موضوع. بله این پول به آمریکایی‌ها به تأخیر زیادی برخورد کرده. اتفاقا امروز داشتم با پتیک صحبت میکردم کلکل تکس و اینها که پست و فدکس و اینها یه مقداری کاراشون زیاد شده. مثلا نامه‌ای که شما امروز اینجا پست میکردی فردا تو مریلند بود، فردا تو شیکاگو بود، الان امروز پست میکنی 3-4 روز طول میکشه. و وقتی ما عادت میکنیم به سرویس خوب، وقتی سرویس معمولی میدن اون سرویس معمولی به نظر اون بد میاد، چون ذات بشر همیشه در حال مقایسه است. میخواین اینو امتحان کنید، یه روزی اگه تو خونه نشستید خیلی سردتونه، حالا بخاری هم روشن باز میگی من نمیدونم چه مرگیم امروز اینقدر سرده، میگن برید در یخچال باز کنید یکم سرتون رو داخل یخچال کنید یا فریزر رو باز کنید یکم خودتون رو اینجوری ببرید جلو، چون در باز کنید معمولا اینا روشن میشن و اون هوای سرد رو بهت میزنه. وقتی که هوای سرد فریزه که زیر 40 درجه فارنهایت میخوره بهت، برمیگردی تو اتاقی که 68 درجه هست فکر میکنی رفتی تو سونا. در صورت سرویس های آمریکایی مقداری اشکال برش پیش اومده که نرماله، معمولیه، نمیشه ایراد گرفت. کارمندا بعضیا مریض هستن نمیرن، بعضیا چون این ماجرایی که اگه بگی مریضم بهت حقوقتو میدن، افرادی هستن سوء استفاده میکنن نمیرن و اینها، اون وقت از طرفی
طرف این روزا خوراکش هم با پست سفارش میده، برای که میخواد نره فروشگاه و کارشون زیاد شده. و این دوستمون گفت که من برای شما یه نامه فرستادم، گفتم هر وقت رسید بهت خبر میدم، تا امروز نرسیده بود. ضمناً به شما گفتم ما وقتی که از بعد از 20 چند سال از فیرفکس آمدیم بیرون، به پستخونه گفتیم ما رفتیم که رفتیم، از اون موقع برای من صبح تا صبح یه نامه میاد، عکس نامه‌هایی رو که قرار امروز دریافت کنم نشون میده، چون این دستگاهی که میره مور میزنه هرچی عکس هم میگیره میفرسته اینا. وقتی فکرش میکنی الان کار آسونیه، ولی اون وقتا خیلی کار مشکلی بود. خلاصه آقای زرابی، علی زرابی لطف کردن چند تا کتاب فرستادن. ایشون باز دیروز یا پریروز پیغام گذاشته بودن که کتابا رسید یا نه، احتمالاً دیرتر میرسه، چون مخصوصا کتاب جزء میدیا و چیز هست و فکر کنم درجه 4 هست از لحاظ پست، دیگه میدن با اون ماشینایی که چند بار تو راه خراب میشه و اینا، یکم دیرتر میرسه. حالا هر وقت رسید اون کتاب ایشون رو میاریم در برنامه نشون میدیم و از ایشون تشکر میکنیم. و قانون تلویزیون مردم از روز اول از سال 2003 این بوده، از سال 2006 که دیگه 24 ساعته به اصطلاح این استریم میکنیم، این بوده که هر کسی کتابی ارسال کنه ما اون کتاب رو در برنامه نشون میدیم، و اگرم خواست تبلیغ کنه بهش نرخ خوبی آفر میکنیم یا پیشنهاد میکنیم. میگه که بله، چون خبرنگار این که پته اینها رو بریزی بیرون، این مایکل مور کجاست؟ شاید او هم یه سهمی گرفته. بله، این مایکل مور هم از چیزایی که از فیلمایی که ساخت پول خوبی ساخته، و بالاخره اینا هم یه جایی میفهمن که این دموکرات و ریپابلیک هر دو سایه یک درختی هستن که متاسفانه این درخت سایه شومی بر سر مردم آمریکا انداخته. درباره کانون آوا بهتون گفتم، ببینید ما با این دوستمون ساعت 1 بعد از ظهر برنامه داشتیم، الان 2:38 دقیقه است. ویدیوی ایشون رو کانون آوا روی یوتیوب قرار داده و میبینید که برای منم میاد. حالا این چیه؟ شما زیر ویدیوها، هر ویدیویی رو که روی یوتیوب نگاه میکنید، این پایینش یه چیز قرمز هست معمولا که نوشته سابسکرایب، آبونه بشید، عضو بشید، هر جوری که اسم میخوان. اونو که کلیک میکنید و بعدش هم یه دونه چیز داره، ببخشید 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8، بله، بعدش هم یه دونه زنگوله یا ناقوس یا هر چیزی که شما بگید اینجوری یه بل هست، اون رو کلیک کنید، هر وقت اون طرف ویدیو میذاره برای شما میاد. من یه ویدیویی رو تماشا کردم به نام پایتخت و همین کار کردم. امروز دیدم برای من آمده که حالا بیا قسمتای پشت صحنه رو ببین که چجوری فیلم ساختن، این بالونی که ساختن اصلا از توی گاراژ بالا نرفته، نمیدونم اون قایق که ساختن اینجور اونجور، که بعضی وقتا من میگم اتفاقا این اون خوشمزگی اون فیلم یا هیجانش رو از بین میبره. ولی بشر همونجوری که همش دنبال مقایسه کردنه، ذاتش اینه که همش میخواد بفهمه که آقا این چجوری میزنن این شیشه میشکنه ولی درست میشه، خب فیلمو برمیگردونه، چجوری میزنه تو گوش این اینجوری میشه، یه صدایی میسازن، صدای تو مغز شما این تصور رو به وجود میاره که این دستشو زده به گوش و اینا، همش دنبال دانستن هستیم. چه حیف که از دانستهامون استفاده نمی کنیم. 777 نفر در نیویورک همین امروز به اصطلاح و دیروز و پریروز میگفت این تعداد زیادیه، ولی خوشحال بودن که با این تعداد زیاد اونایی که میرن بیمارستان و اینها به اصطلاح کم میشن. از این ور میگه این اعداد به اصطلاح فوت شده ها هم اگر یک برایند یا بردار، اگر یه بردار صافی رو بره جلو بعدش دیگه میاد پایین، امیدواریم بالا نره، چون مردم همون در خانه نشستن و اینها بهترین کاری بوده که میتونستن انجام بدن. و بارها هم تشکر میکنه از مردم و بارها هم اعلام میکنه که این کارو انجام بدید. حالا این وسط یه سری آدم های دیوانه، روانی، بیمار، مریض، والا اینجوری به بیمارا توهین میشه. مثلا
یکی مال آمازون آمده بوده بسته ای رو گذاشته پشت در. این روزا همه درها این زنگشون فیلم برداری میکنه تا یکی میاد جلوش روشن میشه تا اون چیزه اونجا داره تکون میخوره، موشن دیتکتور فیلم برداری میکنه. بعد طرف حالا که تو خونه هست اصلا زنگ میزنه میگه دینگ دینگ یکی اومده جلو، یا تلفنتون میاد. ولی حالا اگه خونه هم نباشه از که میاد میشینه نگاه میکنه و نشون میداد که طرف یه بسته ای رو، یه باکسی، یه کارتونی رو آورده گذاشته، بعد رو دست خودش توف میندازه و با دستش میماله به اینها. یعنی میخواد مطمئن بشه که این مرض کرونا یا هر مرض دیگه ای داره این رو به اصطلاح سرایت بده به افراد اون خانواده. گویا حالا توی این براتون میخونم، این رو هم پتیک فرستاده، میگه که مال CNN. البته یادتون باشه وقتی اخبار CNN رو نگاه میکنید اونجایی که مینویسه آی ریپورت و اینا رو خیلی دقت نکنید، چون هر کسی میتونست، نمیدونم هنوز هم هست یا نه، چون مشکلات بزرگی برای CNN درست شد و نمیدونم ورش داشتن یا نه. اینجا نوشته روی CNN Breaking US and World News، بعد میگه که CNN گفته که یک زنی دستگیر شده بعد از اینکه لیک کردن، یعنی لیسیدن، مثلا سگا خودشون رو لیک میکنن، البته اون لیک که یعنی چکیده و آب دادن و اینا، اون اسپلش فرق میکنه، اون L-E-A-K هست، این L-I-C-K هست. خلاصه میگه یک زنی دستگیر شد، کجا؟ توی یه فروشگاه بقالی، خاربار فروشی، سوپرمارکت نزدیک نوادا، نزدیک توی کالیفرنیا، نزدیک نوادا بوردر، نزدیک مرز نوادا. گویا این خانم آمده $1,800 به اصطلاح چیزایی که تو اون فروشگاه بوده این لیست زده و اونا رو کانتامینیت، یعنی چی میگن، یعنی اونا را به اصطلاح به هر مرضی که تو دهن خودش هست چیز کرده. میگه درود و سلام، از فیسبوک هم یاد گرفتم، دارم از دو جا با هم نگاه میکنم. آقا دیگه پس ببخشید شد چوب دو سر طلا، این ور سربی اون ور سربی. بله خیلی ممنون، این از دو طرف نگاه میکنم. سعید هم این کارو میکرد، از مردم تیوی نگاه میکرد، از فیسبوک هم نگاه میکرد، حتی به من میگو کدومش بیشتر تأخیر داره، حتی به من میگو کدومش صدا و تصویر ممکنه با هم سینک نباشه. خلاصه میگه که an employee at Safeway supermarket in South Lake Tahoe told officer that Jennifer Walker 53. بله میگه که یک کارمند سیفه، اسم یه فروشگاهی از خیلی هم بزرگه مثل جاینت و اینها، میگه اون گفته که این خانم put several pieces of jewelry from the store on her hands and licked them. میگه این تعدادی از جواهرات اون رو گذاشت و روی دستش و لیک زد. خب حالا لابد وقتی هم میگیرنش بعدن میگه آقا این روشی که مثلا من آزمایش میکنم ببینم این جواهرات اصلی بوده یا قلابی بودن. در صورت الان موقعیت جوری نیست که، یعنی خودشون هم دارن میگن، میگن دیگه بعد از کرونا آیا هرگز انسانها به هم دست میدن؟ هرگز روبوسی میکنن؟ خب خیلی چیزا طی زمان عوض شده و اینجا بهش میگن نیو نورم. این کلمه نورم همون نورمال معمولیه، میگه بعدن عوض میشه. بعد اگه یه جایی بگه آقا مثلا تا قرن 20 بشر وقتی به هم میرسید دست میداد به هم دیگه، همه میگن عجب نادانهایی بودن. خب اینا نمیدونن که به وسیله دست دادن، اونم ماهایی که تو دستمون سرفه میکنیم عطسه میکنیم، حالا تازه گفتن اینجا تو سرفه و عطسه کنید که میبینیم بازم هنوز عادت نداریم اون کار رو سریع انجام بدیم، تا سرفهمون میگیره دستمون میاریم جلو. بمانه. خب میگن که یوتیوب تأخیر داره. آها بله همیشه اینجور هست. دلیلش اینه که بهتون گفتم فیسبوک خودش یه برنامه داره که شما بهش میگی آقای فیسبوک من میخوام برنامه زنده بذارم، میگه از کجا؟ میگه از این دوربین. میگه برو بریم، تموم. هیچ دلال و واسطه‌ای بینش نیست، مثل شما هست و خدایی که بهش باور داری،
خدا امروز من حالم خوب نیست، دیگه لازم نیست بری به کشیش پول بدی تا اون به خدا بگه، اونم حالا چه بلای سرت بیاره تو کلیسا، تو مساجد، توی کنسا، اون بماند. یوتیوب اینجوری نیست. یوتیوب چرا نمیدونم، میگه شما اول یه دستگاه بذار رو کامپیوترت، بذار رو سیستمت، بعد به این بگو که این فرمولا رو بهش بده، اونو روشن کن، بعد به ما بگو که اون روشن ما. خلاصه یاد منو یاد سال 2000 میندازه که اولین بار برنامه‌های زنده روی ساتلایت و اینها میرم. میدونید تا قبل از اون بیشتر ضبط شده بود و این سیستم تلویزیون اینا خیلی جالبه. اولی که اومد بلد نبودن یا نداشتن اصلا ضبط کنن، میمد حرف میزد پخش میشد تموم میشد میرفت. بعدن یاد گرفتن ضبط کنن، عیب و ایراداش بگیرن، ساخت و پرداختش کنن، پخش کنن، چقدر خوشحال شدن. بعدن گفتن آقا بیاین لایف پخش کنیم، زنده پخش کنیم، چقدر خوشحال شدن. حالا شما ببین این آدم اول زنده پخش میکرد ناراحت بود، بعد اومد پری ریکورد یا ضبط شده پخش میکرد ناراحت بود، بعد اومد زنده پخش کرد ناراحت. حالا که استریم، شما تلفن تو بگی دستت، از هر جایی که سرویس داشته باشی میتونی برنامه بذاری. در صورت یوتیوب تاخیرش به خاطر اینه، تاخیرش مثل همون ماجرای برف و گلوله برفیه که دادن دست یه سربازی، اون داد به اون، اون داد به اون، اون آخر که رسید خیلی کوچولو شده بود. کیفیتش هم احتمال زیاد فکر کنم به خوبی فیسبوک نباشه. البته ناگفته نمانم تو این ایام کرونا و اینها، به خاطر اینکه همه منزل نشستن و همه دارن از سرویس های کامپیوتر اینترنتی استفاده میکنن که تلویزیون تماشا کنن، که ایمیلشون رو چک کنن، که فیسبوک نمیدونم چی کنن، اینا میگه فشار زیادی به اینا اومده. همینقدر که قطع نمیشن ما باید خوشحال باشیم، چون اینا به موقع سرعتش آوردن پایین. شما دیدید ماشینایی که بارشون زیاده یواشتر میرن، برای اینکه میدونه اگه تند رفت، این فنری که درست کردن مثلا برای یه تن بار، اگه شما سه تن بار بهش بزنی فنره تو دست انداز اولی فنره میشکنه، ماشینه میافته رو تایر، تایرم پاره میشه. ولی اگه یواش بری این بار رو حمل میکنه، به مقصد میرسونه. حالا شما اینو داشته باش، دفعه دیگه امتحان کن ببینید بشر چقدر نادانه. وقتی بارش سنگینه تندتر میره، شما یک کیف چمدون سنگین که برمیداری تندتر میری که اینو زودتر برسونی اونجا، در صورت که اگه یواشتر بری طبق قانون فیزیک باید تحملت بیشتر باشه، باید بتونی ببری یا حداقل وسط راه یه جا استراحت کنی. در اصل نمیدونم این چیزایی که ما انجام میدیم بدونی که دلیلش رو هم بدونیم. یه دوستی داریم هنوزم گاگای برای ما ویدیو اینا میفرستن، ایشون برنامه عقل بشر رو در تلویزیون مردم اجرا میکرد و بهمون ثابت کرده بود که عقل ما در اختیار ما نیست، چون ما فکر میکنیم همه اعضای بدن در اختیار ما هستن، فقط قلبمونه که در اختیارمون نیست. ولی ایشون ثابت کرد نه فقط قلب در اختیار ما نیست، مغز هم در اختیار نیست. تازه گفت بعضی وقتا قلب رو شما میتونی کمک چیز کنی، کنترل کنی. اینایی که مثل که زیر آب میرن چیزای زیاد و اینا، تپش قلبشون رو کم میکنن که بتونن با اون اکسیژنی که دارن مدت زیادتری زیر آب بمونن. اینم از این بود. و بریم سراغ نوشته های بعدی، اون رو هم براتون خوندم که میگه در نیویورک تا امروز صبح 5065 نفر مردن، از بین رفتن به خاطر این کرونا ویروس، و میگه که 93000 نفر نتیجه آزمایششون مثبت بوده. اینجا میگه که یورونیوز میگه کرونا در ایران بیش از 4 و در جهان بیش از 96000 قربانی گرفته است. معمای پیش روی ترامپ در سال انتخابات که امسال هست، نجات اقتصاد یا مقابله با کرونا. من فکر میکنم نجات اقتصاد اون در مرحله اول برای ترامپ، چون ترامپ اصلا جون آدم ها براش مهم نیست. فقط توی تلویزیون با یکی، توی فیسبوک با یکی از این دوستان که احتمالا اینا طرفدار پادشاهی هستن کلکل میکردم و اینا، میگفت که ترامپ
اینجوری اونا. گفتم آقا این حرفا چی میزنی؟ میگی من ماسک نمیزنم؟ فکر میکنی گفت ایشون گفته بود حتما میخواد برای زن بچهش نگه. گفتم این مزخرفات چیه؟ این چتر رو سر پسرش برو نگاه کن، شماها بیخبری و این بیخبری خیلی بده. وقتی که یه انقدر بدونی فکر کنی همه چیز رو میدونی، خب شما انقدر بیخبری دیگه. این بیخبری خلاصه پدرمون در آورده. میگه مردم تیوی هم عقبتر است از فیسبوک در اینترنت. دیگه آقا اذیتمون نکن، ولم کن. حالا ما که خودمون عقب افتاده دنیا هستیم، شما این عقب افتادگی رو یادمون بیار. در هر صورت این رله دیلی، در رله رله کردن یعنی فرستاده، بله دیلی یا تأخیر همیشه هست. خود من الان اگر تصویر خودم رو باز کنم میتونم بشینم به حرفایی که چند ثانیه قبل زدم گوش کنم. اینم از این ماجرا. شیوع خاموش کرونا، 90% مبتلایان در اسپانیا شناسایی نشدند. این مشکل بزرگی که آمریکا داره. میگن آقا تو که هی داری زور میزنی که آمریکا بازارشو باز کنی. خیلی ها، روحانی احمق تو ایران، ترامپ احمق اینجا، دوتاشون تلاش میکنن بازار رو باز کنی. روحانی گفته اگر بازار رو باز نکنی یکی دو هفته آینده 30 میلیون گرسنه داری. آقا ملت که میگن شما تا قبلش 90 میلیون گرسنه داشتی. در هر صورت اینا میگه خب شما میخوای باز کنی، اینی که میخواد بره سوار اون ماشین بشه باید بدونی اون ماشین رانندش سالمه یا نه. شما امتحانش کردی؟ آزمایشش کردی اون راننده رو؟ نه. اگه تا دیروز سالم بوده، دیروز آزمایش کردی، الان آزمایش کردی؟ نه. ندارن 330 میلیون وسیله آزمایش هر آمریکایی رو ندارن. تازه گیرم که شما امروز آزمایش کردی، سوربی نداشت، رفت اونورتر، رفت فروشگاه گرفت آمد، فردا چی میشه؟ این یه موزل بزرگی است. میگه که بله 90% مبتلایان در اسپانیا شناسایی نشدن. تو آمریکا هم همین وضع هست، خیلی ها شناسایی نشدن، اصلا نیست وسیلش. حالا دولت هم دولتی نیست که دولتی باشه. این فکر کرد میاد میشه رئیس جمهور، حالا که دیگه نمیتونه تو کارهای هنری، پیر شده، کچل شده، دندون زشت، صورت زشت، اینجا نمیدونم والا چه حیوانی هست که اینجاش سفید باشه جاهای دیگرش اورنج یا نارنجی باشه و اینها، گفت که خب میرم میشم رئیس جمهور، این بار به خاطر مقام بتونم هی هر روز برم گلف بازی کنم، تو این گلف ها هم میرن مست میکنن و دختر و زن و فلان و اینها. بعد دید نه خیر آقا اینجوری نیست، به یه مشکلی که میخوری، به یه موزلی که میخوری مثل خر توی باطلاق به گل میمونی. اینم از این. کرونا در نیویورک، شماری از جان باختگان در گور دست جمعی دفن شدن. همین اول بگیم آقا جاوید شاه، جاوید رضا شاه که کچلی رو ما رو دوا کرد، مرگ بر آخونده. اوکی؟ حالا میزنی یه خبری بگیم آقا در همین آمریکا در نیویورک یه پارکی هست بهش میگن سنترال پارک، یعنی وسط آمریکا. فکر خوبی بوده اون موقع که اینجا رو درست کردن، اینو گذاشتن یه محیط باز. میدونستن که این آپارتمان ها که ساخته میشه این مردم بیچاره و بدبخت یه جایی داشته باشن بتونن راه برن. پارک بسیار زیبایی هم هست، اگه آمدید نیویورک حتما برید سنترال پارک یه سری بزنید، درشکه هست، سواشید، راه برید، ماشین رد میشه، مردم میدونن اینا. وسط سنترال پارک آمدن یه قبرستان عمومی درست کردن. تو ایران ما ایرانی ها که میگیم آقا جانمون فدای ایران، طرف کرونا گرفته میخوان بیان تو قبرستون خاکش کنن، همسایه ها نمیذارن. رفتن یه چند تا چیزها رو آتیش زدن. خب آخه ما ملت بدی هستیم. من نمیدونم این چقدر قبولش مشکله. دیروز آقای پاک نژاد برای من یه شعری فرستاده، شعره رو گوش دادم، حالا برای شما هم میذارم. این شعره هم چند سال من این ور و بر هی دیدم پخش میشه. بعد میگم خب آقای پاک نژاد شما من بگو من این شعر رو که شنیدم باید بعدش چی کار کنم؟ شاید مغز من یه چیزیش کمه، متوجه نمیشم. بعد میگی نه ما اینو فرستادیم، خب بعضی ها گوش کنن با میشن یک کاری میکنن. میگم آقا از دوستاتون سوال کن، بگو آقا من اینو برای 1000 نفر فرستادم، چند تاتون این شعر رو که شنیدید بلند شدید رفتین ایران 4 تا آخوند کشتید؟ خب نکنید این کار، این چه کار مزخرفیه. حالا میدونم خیلی ها میگه آقا خودت الان اومدی برنامه گذاشتی،
هدف چیه و آیا بعد از برنامه، هدف من اینه که بعد از برنامه چند نفر محکم برن کلشون رو بزنن تو دیوار و هر روز میرن میزنن، هر روز به این فکر میفتن که آقا این چه مملکتیه، این چه ملتیه که ما داریم. هی میگیم وطن پرستی، وطن فروشی، میهن دوستی. شما به من بگو درس وطن پرستی، میهن دوستی رو کی خوندی؟ کجا خوندی؟ کی بهت یاد داد؟ پدرت بهت یاد داد؟ داداشت بهت یاد داد؟ تو مدرسه مثل درس اخلاق و عربی و دینی آمدن بهت یاد دادن؟ برای همین آقای پارک نژاد میگن آقا اینشون داره یه شعری رو، حالا یا مال فردوسی یا بر وزن شعرهای فردوسی میخونه. چجوریه که آقای فردوسی از شخصی به نام کوروش و داریوش خبر نداره؟ برید آقا من دوباری فردوسی شاهنامهشو نگاه کردم، نخوندم همه رو. نیست، یک کلمه یک اسم داریوش یا کوروش نیست. سهراب هست، فرزند کی؟ فرزند رستم. رستم کیه؟ پدر سهراب که بچهشو نمیشناسه. آقا تو قرن بیستم الان بگی میگی طرف عجب بیغیرتیه که حالا اینجا میرن یه شب وای میسن و میرن و دوست پسر دوست دختره. اون زمان، زمان سهراب و رستم، طرف پسرش نمیشناسه. خب این از این، این رستم ما. سهراب ما هم که باباشو نمیشناسه، میاد میزنه میخواد جنگ کنه، بابا میزنه سهرابو میکشه. حالا این شعره رو براتون پیدا میکنم پخش میکنم. ولی این ماجرای کرونا در نیویورک، شماری از جان باختگان در گور دست جمعی دفن شدن. گفتن آقا نه فیورال هوم یعنی مردشوخونه و اینا نداریم بنز کافی. حالا اینا که نمیشورن ولی بیشتر وقت میگیرن. حالا تو ایران میشورن، تمیز میکنن، کافور میزنن، فلان میره، اینجا باید آرایشش کنن. میگه نداریم. اصلا طرف وقتی میخواد بمیره فامیلش اونجا نیستن. دکتره با تلفن یا با چیز زنگ میزنه به همسرش، به فرزندش، اینا میگه شما نیستید، نمیتونید بیان، نمیتونید، ممنوع ملاقات. من دستشو میگیرم، بعضیاشون دیگه نمیتونن صحبت کنن، دو هفته سه هفته زیر این دستگاه بودن دیگه مردن. همون موقعی که زیر دستگاه هست شما، اینا شما رو بیهوش میکنن که این لوله تتکلفت رو بفرستن توی نای، توی شش شما تا اون کار شش رو انجام بده و هوا بکشونه. شما بیهوشی، یعنی از دو هفته قبل فیزیکلی مرده بودی دیگه، حالا امروز روح و روان و همه چی، مغز و فلان دیگه میمیره و میخوابه تمام. در هر صورت اینم از این. خیلی ممنون. آقای فرزاد نیساری هم با ما هستن. من دیروز فکر کنم برای شما یه چیزی فرستادم که اگه خواستید امروز در رابطه با این کرونا و عمل کرده چیز صحبت کنید، جوابی نگرفتم، شاید اشتباهی فرستادم. حالا جمعه آینده، امروز دهم 17 هم اگر آقای نیساری وقت داشته باشن با ایشون خواهیم بود. ضمناً میخوام از برنامه آینده بین برنامه کانون آوا و برنامه سربی با مردم یه نیم ساعتی به اصطلاح فاصله بذاریم. دلیلش اینه دیگه، وقتی سنت زیاد میشه، حالا اون وقتا ما هم میگیم 8 ساعت برنامه میذاشتیم، خب 3-4 نفر آدم علکی خوش جمع میشدیم دور هم، معمولا آبجو قبلش و خوراک بعدش و فلان اینا. بعد گاهی وقتی مثلا اشاره میکردیم آقا دوربین رو بذار روی بهبانی احمق تا مثلا من برم دستشویی. حالا دیگه دوربین رو احمق نیست، تنها احمقی که اینجاست من. اینه که آدم بالاخره باید قبول کنه که بعد از 2 ساعت برنامه زنده احتیاج داره که راه بره، دستشویی بره، آب بخوره یا هر چی. گفتم آب، یادم افتاد، خوب نشد. یکی نگفت قربون چی، میگفت چشات مثل بادام، گفت بادام میخوام. بله، برنامه رو ساعت 2:30 شروع میکنم، 2:30 جمعه ها تا 3:30 من با شما هستم، 3:30 تا 4 آقای لادن و آقای فرزاد نیساری هم، همون تقریبا شده ماهی یه جمعه با شما خواهند بود. ضمناً آقای نیساری، من امروز از آقای کوروش فرهودی در برنامه قبلی دعوت کردم که ایشون مهمون من باشن در یه برنامه، و حقیقت اینه که من فکر کردم اون بهرام آبتین اسم کوروش فرهودی رو به خودش گذاشته، ولی فهمیدم که نه، کوروش فرهودی شخص دیگری است. جناب سربی، شاهنامه کتاب اسطوره است، کتاب تاریخ نیست. تحلیل اسطوره ابزارهای خودش را داره که با تحلیل تاریخ متفاوته. آقا سیاوش، آقا اینو اصلا توی ویدیو بگو که من روز 3 بار از تلویزیون مردم پخش کنم. به قول دوستان میگفتم، حالا اون وقتا میگو اگه اینجا بودی میبوسیدمت، اگه اینجا بودی نمیبوسیدمت.
گفت دیگه من نه بغل میخوام نه بغل میدم. معمولا من همون موقع میگفتم شما برو توی آینه از قول من یه بوسی به خودت بکن یا خود تا یه ماچ گنده. دوست عزیز ما هم همینو میگیم. اشکال ما اینه که بعضی از دوستان مثل آقای سهراب چمنارا فکر میکنه کتاب شاهنامه تاریخه و میاد تازه اگه تاریخ هم باشه، اگه یکی نوشته باشدش، تاریخ رو کیا می نویسن؟ حالا از همون تاریخ نمیدونم طبری یا تاریخ اونایی که یونان نوشته و همراهش راه افتادن، یه شاهی راه می افته، اونی که پیروزه تاریخ رو می نویسه، چون اونی که شکست خورده و مغلوب شده اولین کسی که زدن کشتنش همین دور بریاز تاریخ نویسا و میرزا پیرزا هستن، بعدش هم ممکن شاهرم کشتن رفته تموم شده. اونی که پیروز میشه به مقصد میرسه، حالا یه چیزایی رو ممکنه یادداشت کرده باشه درست بگه، یه چیزایی رو میاد اقرار میکنه، نمیاد به مردم اون مملکت که بگه ما رفتیم پولای شما رو حرام کردیم، میگه ما رفتیم کشتیم زدیم غرور ایران رو بردیم اینجا، غرور روم رو بردیم اونجا، غرور یونان رو بردیم اونجا. بعد هم میبینیم همه دنیا رو اینا تو این تاریخ ریختن به هم، هیچ کدومشون هم هیچ پخی نشدن. شما همین چنگیز خان مغول که ما میگیم، این گنگیز خیلی احترام داره تو دنیا. اسکندر شما برو یونان ببین چه خبره. البته بماند ما ایرانی ها میام اسم خودمون میذاریم اسکندر، اسم خودمون میذاریم تیمور، تیمور لنگ نمیدونم تیمور کوفتیزم. بله آقای نصاری ممنونم، جمعه دیگه با من شما خواهند بود. و اما کانادا به رغم مخالفت ها، یه جوری فاصله نشته فکر کردم برغمه، به رغم مخالفت ها فروش تسلیحات به عربستان سعودی را از سر میگیره. بفرمایید. اینم کانادا نوچه انگلستان که ما حالا فکر میکنیم چون اسمش آمریکای شمالیه پول، هر جا پول باشه چیزی. دبیرکل سازمان ملل گفت فرصت طلبان آماده بهره برداری از بحران کرونا هستن. میدونید این ترامپ شارلاتان هی میگفت ما یه قرصی داریم اسمش هم چیه، اسمرم درست تلفظ نمیکرد، آره این برای مالاریا خوبه، اینو استفاده کنید، شما که دارید میمیرید چیزی ندارید از دست بدید، استفاده کنید. کاشف به عمل اومده آقا سهام داره توی این قرص ها و اینها، و ببینید اینا چقدر پس بترتن، چقدر همه جا خودشون رو هر جا یه سوراخ دیدن دست انگشتشون کردن تو شاید یه چیزی از توش بیاد. این همه ما رو عقرب گزیدتشون، هنوز باز تا یه سوراخ میبینن انگشتشون میکنن داخلش. خب ببینیم چی. بله در ایران 13,000 نفر را در گور دست جمعی خاک کردن. تلفات در ایران چند نفر بوده تا امروز و این 13,000 نفر کجا بودن؟ توی شهر 13,000 نفر؟ آقای مانی چشمتو ببند، هیچ وقت رو لودر نشستی کار کنی؟ یه داستانی برات بگم، اینو از هادی بپرس ببین یادش میاد. هادی سال 2006 مهمون خانم حاجیان قرار شد، پروموترش خانم حاجیان بود، یه برنامه داشته باشه. من یکی دو بار با ایشون تلفنی صحبت کرده بودم، بعد ایشون به من گفت که حالا شما وقتی میای اونجا زودتر بیا. من اصلا نفهمیدم حالا با منم چه کار دارن، مثلا میخواستن من براشون اوپن کنم یا من نمیدونم اصلا. چون ما ایرانی‌ها دیدید که بعضی وقتا تعارف میکنیم یه دفعه میگیم بیا اینا. روزی که من قرار بود برم اونجا زودتر، اتفاقا داشتم با لودر یه زمین رو تمیز میکردم و اینا، و شما خودت اولا فکر کن 13,000 نفر میشه 130 تا 100 نفر، تجسم کن اینو کجا آقا چجوری. من نمیدونم، نمیگم نشده، میشه، هر چیزی شما بگی از دیکتاتورا از جنایتکاران پیش میاد. این کار آلمان انجام داده توی هلند و اون یکی دیگه کجاست که قبرهای دست جمعی اینا رو که میسوزوندن و اینا، راستی اونی که میسوزوندن میخواستن اینا حجمشون کمتر بشه، وقتی میسوزونی دیگه گوشته از بین میره، یه مقدار استخون میمونه، اونم وقتی خاک بریزن روش اینا میشکنه پوک شده هیچ. ولی خیر در کل ایران، خب ببین حالا شما برگردین خبره رو باز بنویس، 13,000 نفر را در گور دست جمعی. این گور دست جمعی اینجوری که میگی من فکرم 13,000 نفر رو یه جا ریختم، اصلا خیلی مشکله. حالا گورای دست جمعی میگم آقا اینجا داره این کار انجام میده،
اینجا داره این کار انجام میده و آخونده پدر سوختگیشون که همون روزهای اول اعلام کردن، هی مردم نوشتن آقا شما بیان تو بیمارستان ها برای اینا دعا بخونین اگه به دعا باور داری. آقا بیمارستان چیه؟ حتی در مراسم ختم اینا نرفتن نماز بخونن آخونده. اینه که ما میدونیم، ما میگیم که چه باید کرد. این آقای بها ابهری دو هفته گذشته شنبه ها برنامه داشت همین چه باید کرد و به دنبال حقیقت و اینا، ولی این هفته گفت که نه من الان میخوام یک کمی ویدیو درست کنم بعدا با مردم ویدیو رو نشون بدم و اینها. در صورت این مشکل بزرگیه. وقتی آمریکا جورج بوش میگه ما درباره این به اصطلاح مرضهای اینجوری و ویروس و یعنی دشمن نادیده، بعد یه دفعه همگیر که یه دفعه 330 میلیون، میگه ما چیز کردیم؟ هیچ کاری انجام ندادن. خب یکی از کارهایی که باید انجام میدادن حالا تهیه واکسن و تهیه فلان، میگه بیماری رو نمیشناخته بنابراین واکسنش نمیتونست درست کنه، ولی قبرستون که میتونن سوراخ درست کنن، سرشو بپوشونن هر وقت خواستن چیز کنن، بیمارستان که میتونستن درست کنن، تخت که میتونستن درست کنن، به مردم که میتونستن یاد بدن، به مردم پیشنهاد کنن. میدونی سال 2000 وقتی قرار بود کامپیوترها بریزه به هم خراب بشه و اینها، به خیلی ها یاد دادن چجوری این قطعی ها رو بخرید، شم چجوری نگه دارید، رادیو داشته باشید، رادیویی که اینجوری نه این کارها رو انجام ندادن. و من میگم من و شمایی که تو آمریکا و کانادا هستیم این کمبودها رو میبینیم، چه انتظاری از آخونده داریم؟ آخونده که در روزهای معمولی اینا نمیتونن نرمال اکت کنند. الان عکس بچهشون رو بهتون نشون میدم. این پسر یکی از این آقازاده هاست، اتفاقا فامیلش هم سبحانی ایران آقازاده. این مردک رو شما قبلا هم احتمالا دیدید، بذارید کامرایس خودشون عکساشو چجوری پول خرج اینو اون میکنه. و میگه من از 12 سالگی، این بچه فکر کنم یکی بوده که وزیر امور خارجه ایران بوده، نه یا چیز بوده ببخشید، سفیر یا کنسولگری، یکی از همین آشغالا. ببینید این فکر کنم آرش توپانی اسمش اگه اشتباه نکنم. خب حالا این دختر خانمه که نشسته بغلش چند پول گرفته، دوست دختر چند میشه اینا بماند. میگه آقازاده های خندانیم، ما دزدان ایرانیم، ما کشور ایران را ارث پدر میدانیم، ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم، در دزدی از بیت المال باید توانا باشیم، آباد باش ای لبنان، آزاد باش ای غزه، از بحر حفظ ملا ویران بمون تو ایران، یا ویران بمانی ایران. خب آقا اینا هست. اون آقای پاک نژاد میگه شاید یکی اینو دید، آقا اینا هستن، شما بالاش برو دنبال این، احتیاج به شعر نیست. حالا چون گفتم اون شعره رو براتون بذارم، آقای میکنم ناصر پاک نژاد، من اشتباه نکنم موقعی که با آقای مصطفی زاده برنامه داشتیم اینا یکی دو بار با ایشون صحبت کردیم، ایشون هم از اون دوستانی بود که همیشه میخواست برنامه بذاره ولی هی رفت که بیاد و نیومد. یعنی کجا اینو گذاشتیم؟ این نوشته ها هم بعضی ها هم یعنی ببینید استفاقا ایشون اسمش با فارسی نوشته تو فیسبوک، وقتی من با انگلیسی میزنم پیدا نمیشه. ناصر پاک نژاد شما بذارید stay on this page، من تو یکی میارم ناصر پاک نژاد اینجاست. و لطف کنید دوستان این شعر رو من براتون پخش میکنم، وقتی شنیدید بعد به من بگید شما چی کار کردید. ببخشید عذر میخوام اینو میگم، آیا یادتون افتاد که باید برید دستشویی؟ آیا به فکر ایران افتادید گفتی بلند شم درم یکی نجات بدن؟ مثلا ببینید برای من آقای پاک نژاد چی نوشته. نوشته جناب سول، برای انجام هر کاری باید زمینه‌اش فراهم بشه. کاکو جون آدم اگه میخواد یه زیادی رو هم تور کنه، اول با نگاه به طرف میگه ازت خوشم اومد. یه زیدی، منظورش یه زیدیه. زید مگه مرد نیست آقای ناصر پاک نژاد؟ بله. بعد اونجایی که من برایشون نوشتم که من همین الان از آمریکا میرم ایران تا سر شیخ را از تن جدا کنم. ای کاش ملت ایران یک سال از نوشتن شعر توی پرانتز کاسه شعر مرخصی میگرفتن. کاگو جون همون آقای فردوسی از وجود کوروش و داریوش بیخبر بود.
شما یک خط به من نشون بده که نام این اینها نوشته شده باشه در اصل. ممنون از شما. ایشون جواب داده جناب سول ممنونم از اینکه نظرتون رو اعلام کردید، اما ظاهر الامر یا ظاهر العم غلط نوشتی ها، ظاهر الامر با ای الفه، ظاهر الامر یا امر شما به طور کلی میهن و مردم در بند را فراموش کرده اید. من نمیدانم شما چطور شد که ببینید اصلا جواب شما رو نمیده ها، نمیذاره این مغزش که من پوکش کردم یا قلقلکش دادم به کار بیفته. اینجوری هممون مثل اسبای عصاری این برور منم همینم این برور بسیم، هر کی هر چی میگه نه این ور فقط باد دارم، این ور فقط باد دارم. بعد نگاه میکنیم میبینیم این وری که ما رفتیم همش داشتیم دایره دور خودمون دور میزدیم. حالا بگذاریم این فیلم عکسو براتون بذارم، دارم میگم جیگرمون خون کردی این اینقدر خودت کاسه شعر نگو، بذار اون شعر رو نگاه کنی. فردوسی ارتش یک نفره، صبر کن براتون اینو بیارم، صداشم اینجا بیارم، تصویرشم اینجا بیارم. این تصویرام هر کدومش یه اندازه، یکیش باز میشه بزرگ میشه، یکیش نمیشه همونقدر میمونه. خلاصه که چه باید کرد، کوفتی شده به جان ما. کامرای دو برای شما، بشنوید. سر با پدر گفت روزی چنین، چه کردید با مرز ایران زمین؟ یکی دین گرفتید از تازیان، سپردید کشور به بیگانگان. همه هستی نسل ما باختید، به چنگال ضحاک انداختید. به من از تو زین خاک میراث کو، به جز مرگ و خون حرمت و پاس کو؟ همه خانه داریم و بی خانه ایم، که در خانه خود چو بیگانه ایم. مرا زندگی کردن از یاد رفت، تو را ملک و ناموس برباد رفت. 40 قرن فرهنگ و آیین ما، در آتش شد از دین ننگین ما. چه حس و چه روح و دلی داشتید، که دروازه بر دشمن نفراشتید. کنون بس گلها سر انداختند، هم از موم میهن قفس ساختند. سر عشق بر دار آویختند، به سینه بسی مرگ دل ریختند. شما خیش را عقل کل خونده اید، ز دیوانگان هم عقب مانده اید. به گیتی چما نیست دیوانه ای، که بر سر زند خاک بیگانه ای. نه اما دگر ما چما نیستیم، بدانید ما چون شما نیستیم. نتازند دیگر بر این سرزمین، نگیرند ما را نفس بیش از این. که ما یادگاران آهنگریم، مبادان که از حق خود بگذرید. شما آنچه کردید غم بود و درد، بدانید ما آن نخواهیم کرد. بدانید ما دیده خواهیم شست، نیاکان ز تاریخ خواهیم جست. اجازه به کس کی دهیم این زمان، که هندی به کارت در این باستان. وزان پس بتازد به ما روز و شب، شبیخون برارد وجب تا وجب. دلایت کجا دست باطل دهیم، به فرزند خود نام قاتل دهیم. به آنان که جانی صفت زاده اند، به نابودی اجداد ما داده اند. بسی تن عرب شد در این سالسی، و از این پس نجوییم جز پاسی. نداریم این بار حقی چنان، که نابود سازیم آیندگان. چگونه شویم در این غم سهیم،
جگرگوشگان را جهنم دهیم. مرا مادر. خب این خیلی طولانیه، من حقیقتا نمیدونم این شعر اصلی فردوسیه یا بر اساسش گفتن. شما چون میدونید این اساس، شما کلاس شعر هم اگه بری یه مدتی یه شعری که یه کتابی که میخونی بعدن شما میتونی بر وزن اون شعر بسازی. من اون روز نشستم اینجا گفتم که دلا خو کن به زتنهایی که از کرونا بلا خیزد، کرونا آن کسی گیرد که از تنها بپریزد. آقای مانی خورزندی هم گفت اگه این تنها رو بنویسی تنها، میفهمن که منظورشون بدن آدم و تک تک و اینا هست، یاد میگیری. حالا این حیوان، من میخوام بگم این شعر چی آخه؟ گیرم اینو فردوسی گفته. اولا اون موقع میگه شما 4000 سال تاریخ و موجودیتون دادید به عربا، یعنی نشون میده اینایی که دستن در کار رژیم شاهنشاهی بودن و 2500 سالگی شاهنشاهی جشن گرفتن، یکیشون این بلد نبوده که بگه آقا تاریخ ما 4000 ساله، 7000 ساله، 10000 ساله. ببینید مشکلی یه جا دو جا نیست. خب حالا این شعر رو من گوش دادم، کجا ما دهیم نمیدونم مملکت به هندیان، منم که فلان بروم فلان کنم، پسر از پدر پرسید فلان، پدر گفت ما بیخرد فلان. اوکی، پدر بیخرد، پسر با آخرت گوه، حالا من میرم میکشم. خب آقای پاک نژاد شما برو خبر کشتن 4 تا 5 تا 6 تاشو بنویس، ما اینجا مجانی برات پخش میکنم. آقای مانی خورسندی میگه که این کاسه شعر نیست، کرسی شعره. چیزای زیادی دربارش گفتم، اون چیزی که من شنیدم میگفتن تو ایران تلویزیون که نبود، سوربی نبود که بیاد الکی بشینه مزخرف بگه مردم بیکارم بشینن گوش بدن، مینشستن دور هم شعر میگفتن. اینو خانم فرهمند گفت، فرشته فرهمند که زرتشتی هم هست، هر جا هست امیدوارم سالم باشه چون حال خوبی آخران نداشت، و ایشون توی برنامه های خانه ایران میگفت که هر کسی شعری میگفته یا بلد بوده مینوشته مینداخته توی کاسه ای، بعد اینا در میآوردن میخوندن، یا هر کسی به ترتیب شعر میگفت و اینا، به خاطر همین که توی کاسه بوده بهش میگفتن کاسه شعر، یعنی خیلی دنبال وزن و نمیدونم مصرع و بیت و این چیزا نباش. حالا شما میگی کرسی شعر، اتفاقا اینم درست میشه، اونجایی که کرسی داشتن، ما تو شیراز کرسی نداشتیم، شاید ما نداشتیم، شاید اطرافش مثلا شیراز که مثلا سردتر بوده یا سوج اینجاها مثلا نمیدونم، درسته ما نداشتیم، ما یه بخاری علادینی داشتیم گاهی وقت روشن میکردیم، هر کیم زورش بیشتر بود نزدیک اون بود، اگه بابا خونه بود نزدیک بابا بود، اگه اون نبود بغل بابا برادر بزرگتر بود و الی آخر. تو مدرسه همینجوری بود تا موقعی که معلم نیومده بود، اون وسط بود، قلدرا دورش بودن، وقتی معلم میمد مبصر برمیداشت میذاش بغل پای معلم. خلاصه ممکنه کرسی شعر هم باشه، موقعی که اینا می نشستن دور کرسی و پاهاشون اون زیر کرسی بوده این شعرها رو می گفتن. بله میگن در ضمن کرسی شعر است، درسته این کلمه. و بله یه شعر خیلی قشنگ گفتید، اولا اجازه بدین که خانم بهیه جیلانی میگن که این سفیر بوده پدرش فکر کنم، ولی فامیلیش صبحانیه، نه چون فامیلای صبحانی فامیل ما هستن، نه این آشغالاش خوباش فقط فامیل ما هستن، میدونید که ما ایرانی‌ها فقط اونایی رو که خوب دارن ایرانی میدونیم، اونایی که بدن قاتلن پول میدوزن، دختره رو همسایه‌شو پسر همسایه 17 ساله رفته دختر همسایه رو تیکی تجاوز کرده، بعد تیکی تیکی کرده گذاشته تو کمدش، مادرش هم بهش کمک کرده که پنهان بمونه این ماجرا. بله اون ایرانی نیست، اون لس آنجلسیه. خلاصه خانم جیلانی میگن که این دخترها ساعتی هستن، معلومه حالا ساعتی هم نباشن روزانه هستن شبانه هستن هرچی، ولی اینا برای پول میان، ولی شما نگاه کنید این اینا قیافه هاشون هم آشغال معموله، آشغال کله. اون یکی دیگه هست یه هیکل وقیحی هم داره تو حمام و سونا و اینها دارن لیفش میزنن صابونش میزنن، نمیدونم یکی نشتود این بچه های لاجوردی هستن، من نمیدونم چون واقعا نمیدونم ولی خود این پول میریزه رو سر دخترها و اینا، ویدیوهای زیادی داره. بله میگن در زم کرسی شعر است، درست این کلمه، و ماجراش در زمستان می نشستن زیر کرسی و مشاعره میکردن و هر کس باید از خودش شعری میخوان و گاهی این شعرها بی‌معنی و مزخرف بود، برای همین هر حرف نادرستی و مزخرفی را به لغت کس و شعر میگویند، در واقع کرسی شعر است.
من رفتم یه پیک به سلامتی شما بزنم، خیلی ممنون. دوتا بزن، یکی برای خودت یکی برای ما. صبح جان ما کرسی داشتیم 8 نفر راحت دورش جا می شدن. یادش بخیر. کجای شیراز زندگی می کردید؟ احتمالا شمال شیراز بوده، سرتر از جنوب بوده. اگه بچه جنوب بودی انقدر جنوب جمعیتش زیاده که آقا اصلا احتیاج به باخواری نبود، گرممون بود. بعدم می دویدیم تو کوچه ها و اینا، چی میگن، اصلا احتیاج به زمستون بعدی نداشت شیراز. ببخشید. خب بالاتر نوشتم ماجرا رو. این شعر به درد تلویزیون ایران آریایی میخوره، نه برنامه شما. حیف وقت. جمشید قوانلو. خیلی ممنون. آقا باور نمیکنید، من برای بعضی از دوستان مینویسم، میگم آقا اینا رو برای من نفرستید، من اینا رو به اندازه کافی از این تلویزیون های لس آنجلس اینا می... اون وقت اگه نگاه کنی کیا هستن، مثلا این سعید کی بود، دیوونه، سعید سکویی. من دو بار با این صحبت کردم روی برنامه‌های تلویزیونی و یکی دو بارم تلفنی. این مردک اصلا شما نگاش کنید، فکر کنم 60 چند سالش بود، تازه رفته بود این زنه دکتر دندونپزشک گرفته و بچه دار شده بود، بعد حالا اومده بود خب ضرر گرفته دیگه، حالا ببخشید به خانم توهین نمیخوام کنیم، خرسواریاش تموم شده چون بچه دار شده، اومده و نشسته بود تو تلویزیون با اون خانم هما احسان. چی بود اینا؟ مزخرفای میگفتن، بریم بزنیم، داد میزدن. به احتمال زیاد تو این سن و سال وقتی میخواسته بشینه خب مینشسته رو بیزای خودش، دادش میرفته بالا، صداش میرفته بالا، فریاد میزد. بعد مردم هم خوش میمد. حالا کیا خوش میمد؟ یه مشتی معتاد بنگی، یه مشتی معتاد بنگی، و الا اونی که کاری بود و اینا که نمیشست برنامه اینا رو نگاه کنه. او سر کار بود، دنبال زندگیش بود، دنبال بدبختیش بود. یه مشتی پولداری که معتاد و بنگی و مفنگی. بله شیراز هوای کویری دارد. نه هوای کویری نمیدونم، چون تو دل کوه ها هست، چند تا کوه، ولی واقعا اینجوری بود. شیراز روز گرماش مخصوصا تو آفتاب اذیت میکردم و شب سرماش، ولی خب میتونیم بگیم به نسبت سال هواش هوای معتدلی داره. من یادم میاد وقت داداش من میخواست بیاد آمریکا، اونجا اون وقتا هم تو تهران هم تو تبریز هم تو شیراز، یکیش مثل که دوتاش کنسولگری بود، یکی سفارتخونه. داداش من تو شیراز گرفته بود، طرف گفته بود کجا میخوای بری اینا، گفته بود یه جایی که هواش مثل شیراز باشه، گفته بود برو واشنگتن چون 4 فصله. میدونی اونا یاد میگرفتن تا میمدن اونجا. خیلی ممنون از دوستانی که اینجا هستن. بله مرسی، مرسی آقای علیرضا سلیمانی نوشته لطف کنید این برنامه رو با دوستان خود شیر کنید. مرسی. و صفحه آقای سلیمانی هم چک کنید، چیزایی که میذارن و مینویسن و اینا خیلی جالب و مورد چی میگن به اصطلاح باید آدم بهش فکر کنه. این خیلی مهمه که ما یاد بگیریم بعض چیزها رو. شما یه فیلم دیدیم میای بیرون، اگه یکی از داستانش از بپرسه یادت رفته، مثل برنامه من. ولی یه فیلمی رو رفتی مثلا داستان نمیدونم موسا، این دریا باز شدنش و اینا همیشه یادت میمونه، یعنی اون تأثیر گذاشته. یا اون کلوپاترا و سزار و فلان اینا که میگفت مثلا اومد رسید به ساحل، من یادم سینما پرسی ها اینو دیدم، پرسی ها بله پاسارگاد اون و پرسی ها و نزدیک پارس، آقای تیموری هم مدیرش. بعد میگفت زمین هم ننگ دارد که همچون منی پا بر روی او بنام. این هم دوبلوره ایرانی یا دوبلاژ، این هم میدونم کدومش درسته، اینو میگفت. بابا کوهی زمستان سرد بود، بابا کوهی همیشه سرد بود، اگه روز میرفتی گرم بود، اگه شب عصر میرسیدی اونجا تا صبح سرد بود. خب دوستان عزیز ساعت 3:24 است، اجازه بدید من چند تا خبر دیگر براتون بخونم، بعد بریم سراغ آقای امیر حسین لادن. بارها گفتم و باز هم میگویم که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز خوش. عکس برنامه ها رو فرستادن، مرسی، ممنونم. و اما آقای امیر هوشنگ آریانپور میگن که خب ما حالا از دست این کرونا جون سالم به در بردیم. این عکس خیلی جالبیه، امیدوارم که هیچ کدوم از ماها بعد از کرونا این مشکل رو نداشته باشیم. بله از کرونا نجات پیدا کردیم، حالا چطوری بریم بیرون؟ این در خونه رو نشون میده که نشون میده این خانم آقا هر دوشون از در خونه بزرگتر شدن. من توی این مدت
همون هفته اول دیدم 1.5 پوند یعنی کمتر از 1 کیلو اضافه شدم. فوری گفتم آقا در یخچال بازه، حیای سربی کجا رفته؟ خودم رو کنترل کردم، فکر کنم 2 پوندی هم کم شدم. اگر همین رویه رو ادامه بدم ممکنه خیلی هاتون بعدن که منو دیدید بگید آقا گفتی تو برنامه ها شاید کرونا گرفتی یا شاید هم واقعا گرفتی. دوستان عزیز اگر تو این منطقه هستید، آقای سیاوش سبحانی و دکتر اکبری یه سرویس هایی گذاشتن که فکر کنم بهش میگن تلویزیت، یعنی حالا از طریق تله دور یا از طریق چیز و اینها میتونید شما به جایی که برید تو مطب دکتر بشینید بترسید که یکی دیگه ممکنه کرونا داشته باشه یا مرضای دیگه. اون وقتا هم همیشه میگفتن که کثیف‌ترین جا از لحاظ بیماری بیمارستانه، زمین خیلی تمیز نگهش میدارن اینا، ولی از لحاظ چیز اونجا بود و خیلی ها ملاقات بیمار نمیرن، میگن ما نمیریم که مریض نشیم و نمیریم که مزاحم اون نشیم. من میگم نمیرم که مزاحم اون نشیم، حقیقت نمیرم چون میترسم مریض بشم. بمان خلاصه چی داشتم میگفتم یادم رو، عجب روزگاری شده. حالا هر وقت یادم اومد بهتون میگم. گفت آقای فیلابی یه دفعه اومد اون منزل قدیمی ما، گفت که هوش حواست چطوره هنوز و اینا. گفتم بد نیست. گفت بشین اینجا برات یه چی بگم. یکی از دوستان گفت که الحمدلله، گفت که آره تمام دوستان پیر شدن و اینا، خیلی هاشون الان دوچار فراموشی شدن. زد به میز تخته، گفت که بزنم به تخته، من هنوز برام اتفاقی نیفتاد. بعد گفت ببین کی بود در میزد، این زد به تخته، خودش فکر میکرد که یکی در زده. خب شب راجع به دکتر سبحانی میگفتم، اگه تو این منطقه هستین جدیدن به خاطر این کرونا اینا، میدونید بهتون گفتم هر وقت یه مصیبتی پیش میاد دنبالش یه سری اختراعات، یه سری سرویس های جدید و اینا میاد و اینا الان به وسیله تلفن و به وسیله اسکایپ شما میتونید به اصطلاح ملاقات کنید باشون، بهتون نسخه میدن، حتی میتونن تباوت کنن، مثلا میگی دهنتو باز کن بیا جلو اینجوری اینجوری اینا، و اگر مشکلی داشتید میتونید با دکتر سبحانی و دکتر اکبری، آقای دکتر اکبری فکر کنم افغانی هستن، تماس بگیرید و از این سرویس های جدیدی که به این صورت هست استفاده کنید. و اما ساعت 3:28 است، میگه که هوای بی‌نظیری دارد اما در بهار تابستان بسیار گرم میشه. بهارش نه، تابستونش خیلی گرمه چون خشکم هست. و خانم جیلانی میگن که فیلم هایی که در بچگی دیدیم یادمون مونده. دو تا دلیل داره، یکی این که میگن العلم فی الصغر، نمیدونم النقش فی الحجر، مثل نقشی که رو سنگ میمونه. یکی دیگه این که خب کمتر میدیدیم. شما الان نگاه کن، من از امروز تا فردا بعضی وقتا که نگاه میکنم میگم من اینو تو معمای شاه دیدم یا توی شهر فرنگ چیز دیدم، پایتخت دیدم یا توی سریال فوق لیسانس ها دیدم. سریال لیسانس ها خوب بود، فوق لیسانس ها یکم کشش میدن. اینم از این ماجرا. خب بذارید من هنوز 1 دقیقه دیگه وقت داریم، 1 دقیقه هم استفاده کنیم یا سوء استفاده کنیم و ببینیم که چی. بله اینم مال دیروزه که کرونا در جهان 683 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته در اسپانیا فوت کردند. گفتگو با باب دیاچنکو در که درز اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام را گزارش داد، اصلا نمیدونم راجع به چیه، بعدا میخونم اگه کسی میخواد در این مورد صحبت کنند. شروع کرونا، ترامپ گفته ما هیچ مشکلی با ارسال تجهیزات پزشکی به ایران نداریم. جون احمد تو برای همین نیویورکی ها وسائل رو آماده کن، احتیاج نیست که به ایران چی بفرسی. ایرانی هم که آخوندا اون دکترای بدون مرز رو بیرون کردن و گفتن که ما به اینا شک داریم، پولشون رو بدیم. عجب آخوند پول همیشه با هم میاد. خب دوستان عزیز بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و من هم مثل شما مثل یکی از شنونده ها بشینم و یاد بگیرم از ایشون. و همونجور که بهتون گفتم ایشون مقالاتی رو می نویسن که من چون اون سابسکرایب رو گذاشتم تا
دوستان در اندیشکده آگاهی و شناخت اونها رو میذارن، برای منم یه نسخش میاد. این کار بسیار خوبیه، به شما پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید. اجازه بدید که ز صحبت کم کنیم و بر مبلغ افزاییم. سلام آقای لادن عزیز، خیلی خوش آمدید، امیدوارم که ایام بهار زورش بیشتر باشه تا این ویروس کرونا و روزهای بهتری هم در انتظار اون باشه. من ساکت میشم، شما اگر حال احوالی با دوستان دارید تا بعد بریم سراغ اون مقاله‌ای که شما نوشتید درباره آزادی، مردم سالاری با هم صحبت کنیم. بفرمایید. سپاسگزارم. درود بر شما، بر بینندگانتون و بر همیهنانمون. منم امید و آرزو دارم که بهار بتونه بر این ویروس ویرانگر پیروز بشه و زندگیامون برگرده به حالت نرمال عادی و بتونیم در کنار هم باشیم. بسیار ممنون. شما توی این مقاله نوشتید که عنوانش این هست: چنانچه آزادی، مردم سالاری، صلح و آرامش میخواهید، به اصطلاح عنوان، چون عنوان مطلب این هست، میخوام اینو برای ما باز کنید که منظورتون چیه، چرا این جمله کوتاه ولی پرمعنی رو اونجا گذاشتید. سپاسگزارم. ببینین، 70 سال پیش ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در سازمان ملل 3 جمله رو به نماینده های کشورهای جنگ زده، آسیب دیده و امیدوار به آینده‌ای بهتر و روشنتر بیان کرد. این 3 جمله رو میخوام با شما و با بیننده ها در میون بذارم. جمله اول اینه که میگه که چنانچه آزادی میخواهید، دنبال سربلندی کشورتان باشید. چنانچه مردم سالاری میخواهید، از امنیتتان نگهداری کنید. و چنانچه صلح و آرامش میخواهید، میهنتان را دوست بدارید. وقتی به این 3 جمله نگاه میکنیم، میبینیم امروز برای ما ایرانی ها که مردممون در اوضاع دردناک و کشورمون در موقعیت خطرناک قرار داره، میتونه راهگشا باشه. ببینید، در ایران فساد گسترده حکومتگران اقتصاد کشور رو ورشکست کرد. سیاست فرقه‌گرایی و یعبودی رژیم رو منزبی ساخته. روش انحصاری و رابطه‌ای جامعه رو درمانده و مردم رو محکوم به فقر کرده. بنابراین ما نیز به شدت نیاز به آزادی، مردم سالاری و صلح و آرامش داریم. سپاسگزارم. خب شما چه رابطه ای بین سخنان 70 سال پیش ترومن و امروز ایران میبینید که ایشون رو تو مقالتون به اصطلاح کد کردین یا ازش نقل قول کردین؟ حتما. ببین، برای این که درک اهمیت این 3 جمله رو بکنیم، بعد ببینیم که اوضاع 70 سال پیش جهان چگونه بود. 2-3 تا مثال رو به هم دیگه مرور میکنیم. انگلیس برای ادامه چپاول نفت ایران، اعلان بی‌خطری ایران، بی‌طرفی ایران رو در جنگ جهانی نادیده میگیره و میره شوروی رو با خودش همراه میکنه و همراه کردنش هم با یه قولیه که به اونا میده. میگه شما بیاین با ما، یعنی انگلیس و شوروی مشترکاً ایران رو اشغال کنید، ما نیاز سوخت ارتش سرخ رو تامین میکنیم. خب اونا میان مشترکاً و ایران رو اشغال میکنن. حالا ایران 20 سال در اون زمان 20 سال بوده که یک حکومت فردی دیکتاتوری داشته، رضاخان که بعدن میشه رضاشاه، که نوکر و عامل انگلیس بوده و به خاطر این موضوع در بلافاصله همه چی فرو میپاشه.
حتی ارتشی که 20 سال 50% بودجه کشور صرف شده بود، ولی چون یه ارتش فردی و شخصی بود 24 ساعته متلاشی میشه و افسران ارشدش فرار میکنن. یه جمله از منوچهر فرمان فرما که در خاطراتش نوشته، اون موقع در ارتش بوده، میخوام برای بیننده ها بخونم. این توی گیوم است، میگه با وجود میلیون ها تومانی که رضا شاه صرف امور نظامی کرد، ارتش تجهیزات خوبی نداشت، حقوقها ناکافی بود و رضا شاه برای کنترل قدرت اداره کشور را مطابق الگوی انگلیس متمرکز به همه مناطق ملی را به سلطنت و ارتش خود وابسته ساخته بود. یعنی تایید میکنه که ارتش یه ارتش شخصی و فردی بود. این نگاه دیگه بکنیم به اوضاع جهان، پس از جنگ متزلزل به شدت نابسامان بود. آمارهایی که هست نشون میده که تعداد قربانیان جنگ جهانی دوم 75 میلیون نفر بوده. این واقعا یک فاجعه است، 75 میلیون انسان. 80% شهرها و تأسیسات زیربنایی و مراکز تولیدی آلمان و ژاپن نابود شده بود. در ضمنی که ژاپن در اشغال نیروهای آمریکایی بود و آلمان مشترکاً در اشغال نیروهای شوروی و آمریکا بود. برای مثال بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در یک شهر کوچیک 100,000 نفری در جنوب غربی آلمان بود به نام کایزر سلاوترن. یعنی آلمان در کنترل بیگانه، ژاپن در کنترل آمریکا. ده ها کشور جهان از جمله ایران ورشکسته و دچار قحطی و کمبود غذایی و وسایل اولیه زندگی بود. چرا؟ شوروی 400,000 کیلومتر مربع از زمین‌های حاصلخیز شمال ایران رو در اختیار گرفت و گندم‌های آذربایجان رو به شوروی حمل کرد. بیش از 150,000 نظامی اشغالگر در ایران روزی سه بار تغذیه می‌شدند. گندم و مواد غذایی کمیاب و مردم ایران گرسنه بودند. ولی تنها مواد خوراکی نبود که در اختیار بیگانگان بود، در اختیار اشغالگرها بود. سیستم اقتصادی و کنترل مالی نیز در دست انگلیس بود. برای مثال برای پرداخت مخارج خشون اسکناس چاپ میکردن، یعنی پول ما رو چاپ میکردن. انقدر تورم زیاد شده بود که همون داستانی که همه شنیدیم، باید یک کیسه پول میبردین تا دوتا نون بخرین، اون اندازه اگه پیدا میشد. به دستور بولارد وزیر مختار انگلیس در ایران، تنها در یه وعده 700 میلیون ریال اسکناس چاپ میکنن. یعنی نه تنها کشورمون در اشغال بود، نفت و بنزین و مجانی میبردن، گندم و مواد خوراکی کاملا در اختیار داشتن، بلکه مخارج جنگ هم از جیب ملت فقیر و درمانده ایران بود. این یکی دیگر از نتایج حکومت‌های وابسته به بیگان است. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. راجع به ارتش که شما گفتین، ارتش مثل که به دستور انگلیس و آمریکا گفته بودن اون دوتا لشکر رو بفرستید برن خونه هاشون، که خود اونم یه موزل بزرگی شده بود و رضاخان گویا فکر میکنه که فرماندهان ارتش این کار کردن، اونا رو میگیره زیر لگد و کتک و اینها، بعد میفهمه که اونا گفتن و تعطیل میکنه. درست میگم اینو؟ منم اون بیان شما رو دیدم و من توی کتابا اینو به اون دوتا جنرالی که متصدی بودن میگن اونا این کاری کردن. ولی ببینین مسئله اصلا خیلی ساده است. حساب اینکه کسی رو فرستادن خونه و نفرستادن نیست،
اونایی که حضور داشتن در جبهه بودن همه فرار کردن. بیشتر افسرهای ارشد و عمرا با چادر از منطقه خارج شدن. این متاسفانه وقتی شما نگاه، اصلا چرا راه دور میریم؟ چرا میریم جنگ جهانی دوم؟ نگاه کنین به انقلاب 57، وقتی که مسائل شخصی میشه، هم اتفاقا چیز نوشته شاپور بختیار میگه که وقتی که ارتش مثل یک یتیم، دنبال این لغت میگشتن، وقتی که شاه رفت یتیم شد، یعنی اون کسی که متصدیش بود نبود، همه چی فرو پاشید. برای که ارتش شاهنشاهی بود نه ارتش ملی یا ارتش. برگردیم به این مقاله که شما نوشتید، توی همون سه جمله که ترومن به مردم سالاری آزادی و صلح و آرامش اشاره میکنه، شما راه نجاتی برای ایران میبینید؟ و باز برمیگردیم همون چه باید کرد. حتما باید ببینیم که در این سه جمله آیا درسی برای ما وجود داره. اینه که بعد این سه جمله رو با هم دیگه تجزیه تحلیل کنیم. جمله اول میگه که چنانچه آزادی میخواهید دنبال سربلندی کشورتان باشید. خب بخش اول این جمله خیلی روشنه، نیاز به توضیح نداره، ولی نیمه دومش سربلندی کشور رو به نظر من باید بازش کنیم. سربلندی کشور به خودی خود به وجود نمیاد، نتیجه وجود جامعه مدنیه. جامعه مدنی هم تنها با حضور شهروندان مسئول و پویا شکل میگیره. بنابراین درس نخست برای سربلندی ایران، وظیفه و مسئولیت ما شهروند بودن و شرکت نمودن در ساختن یک جامعه مدنی. حالا ببینیم جامعه مدنی چیه. توی دایره المعارف جامعه مدنی رو میگه مجموع سازمان‌ها و تشکیلات غیر دولتی است که نگهدار حقوق شهروندان، مجری خواستهای آنان و در خدمت نیازهای جامعه باشد. و خود جامعه مدنی این سازمان ها مستقلند و با تکیه بر آزادی بیان حرکت میکنند. مانند بر اون چیز، برای که خود روشن بشه، بنیادهای اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری، سندیکاهای فرهنگی و حرفه‌ای، انجمنهای متخصصان، احزاب سیاسی، مسائل ارتباط جمعی، مجموعه اینها جامعه مدنی هستند. این جامعه مدنی نتیجه یه سیر تکاملی انسان و پدیده مردم سالاری توی یه دونه کشوره. جمله دوم، چنانچه مردم سالاری میخواهید از امنیتتان نگهداری کنی، دوباره بخش اولش نیاز به توضیح نداره، ولی ببینیم نگهداری از امنیت چیست و چگونه است. امنیت و مردم سالاری رابطه تنگاتنگی دارن، یعنی لازم و ملزوم یکدیگرن. مردم سالاری در امنیت مردم خلاصه میشه، یعنی امن بودن حقوق شهروند، امن بودن حریم زندگی خصوصی او و امن بودن حق انتخاب. ما در ایران از این سه امنیت، حقوق شهروند، حریم زندگی خصوصی و حق انتخاب محروم است. پس درس دوم از این سخنان ترومن اینه که مردم سالاری نتیجه حکومتیه که منتخب مردمه و خدمتگزار مردمه. در این راستا میتونیم به مثال آمریکا نگاه کنیم. آمریکا قانون اساسیش با ما مردم آغاز میشه، یعنی مشروعیتش از مردمه. تازه با این که
چنین شروعی رو داره، یه کار دیگه هم کردن، یعنی برای تضمین کامل امنیت حقوق مردم یک لایحه 10 ماده‌ای حقوق شهروندی دارن، در آمریکا بهش میگن Bill of Rights. این لایحه رو ضمیمه قانون اساسی کردن و برای این که باش بیشتر آشنا بشیم میخوام یکی از ماده هاشو با شما برای بینندگان باز کنم. ماده سوم این Bill of Rights میگه که در آمریکا مذهب رسمی وجود نداره و در این چارچوب میگه کنگره هیچگاه قانونی برخلاف این مورد، یعنی این که مذهب رسمی وجود نداره، میگه قانونی برخلاف این مورد یا قانونی در مورد منع مذاهب یا آزادی سخن، آزادی قلم، آزادی مطبوعات و یا گرد همایی شهروندی وضع نخواهد کرد. خب یعنی میخواد مسئله رو چارمیخه میکنه. ما در ایران حکومتمون افتخار میکنه که الله سالاره، نه تنها حکومت اسلامیه بلکه باور دیگران و با باور دیگران در جنگ و ستیزه، نمیپذیره. فلسفه حکومتیش هم بر این فرضیه استواره که مردم امتن. میرسیم به جمله سوم. چنانچه صلح و آرامش میخواهید میهنتان را دوست بدارید. این تمام این جمله رو باید بررسی کرد. نخست صلح و آرامش در زندگی یعنی قانونمندی سیستم حکومتی و ضابطه‌ای بودن حاکمیت. قانونمندی و ضابطه‌ای بودن نقطه مقابل سیستم رابطه‌ای و خانوادگی، یعنی دقیقا اونی که ما در جمهوری اسلامی داریم و قبلا هم در سیستم سلطنت داشتیم. ضابطه‌ای بودن سیستم یعنی شایسته سالاری که درست برعکس پارتی بازی، فرقه گرایی و سنت قشری. در ایران همه چیز انحصاری و رابطه‌ایه. دستاندرکاران حکومت رژیم فقاهتی همه با هم نسبت دارن. برای مثال این خیلی جالبه، پسر خمینی داماد امام موسی صدر، نوه خمینی عروس سیستانیه، حسن خمینی داماد بجنوردیه، لاریجانی داماد مطهریه، مطهری داماد برادر خامنه‌ایه، تاج‌زاده داماد محتشمی پوره، محتشمی پور با جناب خاتمیه. لیست با رفسنجانی و خاتمی و مهاجرانی و ناطق نوری و دیگران همینطوری ادامه داره. خب در چنین سیستمی مقام و منصب کوچکترین ربطی به دانش و بینش و تخصص نداره و در کارها نه برنامه ریزی وجود داره، نه مدیریت، نه مسئولیت. بخش دوم این جمله میگه میهنتان رو دوست بدارید. ربط مستقیم داره به ارزش و اهمیت منافع جمعی و ملی. باید بیاموزیم و بدانیم که منافع شخصی رو در منافع جمعی و ملی ببینیم. باید بدونیم که منافع جمعی و ملی برای تضمین استقلال، برقراری امنیت، تأمین عدالت اجتماعی، بهبود اوضاع مالی، آرامش زندگی و آسایش ملت ضروری و حیاتیه. اون اعتماد بین دولت و ملت در گروه اینه که در یک مسیر باشه، یعنی منافع دولت و منافع ملت همراه و در یک مسیر باشه، دو طرفه باشه. پس بنابراین درس سوم، شهروند منافع شخصی رو در منافع جمعی میدونه و اعتبار دولت در گروه ارزش و احترامیه که برای منافع ملت قائله. آزادی، مردم سالاری، صلح و آرامش به خودی خود به وجود نمیاد. نیاز به شهروند بودن و
در سرنوشت خودمون شرکت نمودن و منافع شخصی رو در منافع جمعی و ملی دانستن می باشد. سپاسگزارم. ممنونم از شما. من و شما بعد از این مقاله یه بحثی داشتیم درباره وطن پرستی و میهن دوستی، چون توی این جمله هم گفته شده که باید میهنتون رو دوست داشته باشید. در زمان ما من هیچ کلاسی یاد ندارم که به ما وطن پرستی و میهن دوستی یاد داده باشه. در ارتش خدمت کردم، همچین آموزشی ندیدم. آیا دوره شما همچین چیزی بود؟ اگر نبود، شما خود شما چگونه وطن پرستی رو یاد گرفتید؟ چگونه میهن دوستی رو آموختید؟ برای کاملا درسته همونجوری گفتین. ما نه تنها کلاس و درسی راجع به این که باید میهن چیه، چجوریه، ما چه مسئولیتی داریم. ببینید اینا واقعیت اینه که موقعی شما میتونین بشین میهن پرست، وطن دوست، فقط و فقط درس نیست، در زمینی که اون درس بسیار لازمه و باید از کلاس کودکستان به بچه ها هر روز بیاموزن. غیر از اون، اون احساس مالکیتی که شما توی کشور میکنی موقعی که دولت فقط مالک نیست و شما متعلق به دولت نیستی، اون رابطه است که مشکل به وجود میاره. ولی شما نگاه کنیم، برای که در تایید گفته شما یک داستانی هست یا یک ماجرایی هست که در زمان رضاشاه در اوایل سلطنت یه دانشجو رو میفرستادن به کشورهای اروپایی برای تحصیل. بعد بزرگان و دستاندرکاران عقیدهشون این بود و رضاشاه جرأت نمیکردن بگن، برای که هر کسی چیزی میگفت که مال اون نبود، فکر اون نبود، خواسته اون نبود، با چوب و چماق و زندان و مسائل روبرو بود. بنابراین که بیان نشد، ولی میگفتن که ما قبل از این دانشجوها رو بفرستیم، اینها باید یک درس میهن دوستی و میهن شناسی و جهان شناسی داشته باشن. یعنی یکی دو سه ماه به اینها تمرین هایی بدیم، یه درس هایی بدیم، بعد بفرستیم. شما یه جوانی رو داری از یه کشور که توی کشور مداربسته زوری دیکتاتوری میفرستیش به یه کشور آزاد دموکرات، این گمراه میشه، این زدیت پیدا میکنه با اون چیزی که درش زندگی کرده و بزرگ شده، به جای اینکه بره اونجا بیاموزه و بیاد در مملکتش خدمت کنه. بنابراین ما این کمبود رو توی میهنمون داشتیم که دو تا دلیل داره از دید من. یکیش همون آموزش و پرورشی که شما بهش اشاره کردین، یکی این که حکومت ها همیشه صاحب ما بودن، ما صاحب مملکت نبودیم و حکومت خدمتگزار مردم نبوده. بسیار ممنونم. چون شما از آموزش پرورش صحبت کردین، خانم دکتر بهیه جیلانی هم از فرانسه اینجا نوشتن که میهن پرستی از دبستان آغاز می شود. من می دونم که باید از دبستان آغاز بشه، ولی من سوالم اینه که آیا در سیستم های آموزشی ما بود یا نبود؟ من حتی جام صحبی، من فکر میکنم که حتی زودتر از دبستان، از خونه آغاز می شود. توی آموزش بربریشی که پدر مادرمون به ما می دن. بله، خونه ما، کوچه ما، محل ما، شهر ما، بعد کشور ما، میهن ما. آقای فرزاد نیساری که جمعه آینده مهمون برنامه ما هستن، ایشون نوشتن که پای منشوری را که نوشتم شبیه همین بیل آف رایت هست، همون بیل آف رایتی که تنماده ای که شما صحبتش رو کردین. حالا اگر لطف کنن لینکش رو همینجا بذارن فکر خوبیه. ضمناً درباره صحبتی که درباره دولت کردین، ایشون میگه که راه آهنی را که برای دزدی ها و لشکرکشی اجانب ساخته شده بود، خرجش را مالیات قند و شکر مردم ایران داد، پول نفت را اجنبی و نوکرش رضا قلدر می دزدیدن. این همون دنباله صحبت های شما که گفتی حتی خرج جنگ را هم از خودمون می گرفتن، درست مثل این آخوندها که طرف را اعدام می کنن، پول گلوله را هم از صاحب
اتفاقا یه ماجرای شبیه همینی که الان بیان کردین هم هست، و اون این که توی زمان رضاخان و رضاشاه و درست پیش از این که رضاخان بیارن سر کار، وقتی انگلیس در ایران یه مخارجی میکرد برای خودش، برای مثال تفنگداران جنوب رو به وجود آورده بود، بعد مرتب تلاشش در این بود که اولا اینا اون مخارجی که برای اینا کرده از حکومت بگیره، و بعد حالا این یکی اون باج نه باج چی بهش میگیم پوری که میدادن یه نفر رو میخریدن چی بهش میگیم میگم خراج که نمیشه، اون مثل یه نوع مالیات. نه وقتی شما به نفر پول میدی میخریش چی بهش میگیم؟ مثل مزدوری میکنن؟ بله. اون پولا رو میگفت نه تنها اونا رو بدهی کشور ایران به انگلیس، بلکه 7% هم باید بهره بدیم. رشوه دنبال اون بودن. رشوه رشوهی که میداد به اشخاص که مقاصد خودش رو پیاده کنه میزد پای بدهی ایران و 7% هم بهره میگرد. حالا ببینید رو چقدر زیاده. آقا خیلی ممنون از شما. از دوستان عزیز دعوت میکنم که اگر مایل باشن با شما در این مورد صحبتی داشته باشن، از طریق صفحه فیسبوک شما که همکنون دارم نشون میدم اینجا نشون بدن. ضمناً از هفته گذشته ما شماره تلفن واتساپ رو هم میذاشتیم، متاسفانه امروز تنبلی کردم و در حین برنامه رفتم توی قسمت صفحه اندیشکده، قسمت تماس با ما، ایمیلتون رو پیدا کردم ولی اون شماره تلفن نیست. اگر لطف کنید به دوستان بگید اون شماره تلفن واتساپ رو هم روی اون صفحه بذارن، من از شما تشکر میکنم و هر وقت من نرسیدم اینها رو از قبل آماده کنم میتونم ازش در حین برنامه استفاده کنم. بازم از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. من از شما یاد گرفتم و به عنوان یک معلم به شما احترام خاصی دارم. امیدوارم شما هم منو به عنوان یک شاگرد، البته اگر گاهی وقتی هم به اصطلاح شاگرد تنبل هستم، ببخشید و قبول داشته باشید. خیلی هم شاگرد زرنگی هستین و استادین. روز شما و بینندگانتون خوش. مرسی. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. ویدیو ایشون هم به زودی در یوتیوب قرار میگیره و این برنامه ها هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه تا هفته آینده. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید با هر طرز فکر و عقیده‌ای که باشید. ضمناً تشکر میکنم از آقای نیساری که یه لینک فیسبوک رو اینجا گذاشتن، بذارید من بازش کنم. ولی این متاسفانه میگه اگه میخوای اینو باز کنی اون صفحه رو باید ببندی، بعدن این کار رو انجام بدیم. اگر کسی دوست داره، آها باج، بله بله رشوه نیست، باج دادن بله، کسی رو خریدن همون رشوه میشه، باج دادن چیزی که شما به زور میدی به یه نفر. اینا همه رو واقعا بعضی وقتا آدم واقعا گیر میکنه، یادش میره کلمات رو. دوستان اگه کسی درباره وطن پرستی، میهن دوستی مایل از چند دقیقه مهمون من باشه، لطف کنه توی فیسبوک یا یوتیوب یا هر جایی که میتونید، ایمیل، اینقدر ما چیز گذاشتیم اینجا دیگه خودمونم گاهی وقتا نمیدونیم کجا به کجاست، بیا ایمیل info@mardomtv.com یا به وسیله این تلفن تکست بفرستید، پیام بفرستید، مهمون ما باشید تا صحبت کنید. و با این صحبت ها امیدوارم این فاصله ای که بین ماها هست از بین بره و بتونیم دیگران رو هم قبول داشته باشیم و بتونیم خودمون رو با افتخار دیگراندیش معرفی کنیم. دوستان عزیز، روز روزگار و شما خوش. برنامه آقای حسن ارشاد از ایران رو میبینید که قسمت 265 رو از ایران ضبط کردن و فرستادن با پشتکار خوبی که دارن. من به نوبه خودم از ایشون ممنونم. دوستان بهایی هم میتونن بیان اگر جوابی دارن به ایشون بدن درباره صحبت هایی که آقای حسن ارشاد ادعا میکنه. مرسی که با ما بودید. بیشتر ممنون که برنامه ما رو با دیگران هم شیر میکنید. با امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر. روز روزگار و شما خوش.